داستان یک جنبش هنری، فوتوریسم. فوتوریسم نام جنبش هنری است که در اوایل قرن بیستم در ایتالیا شکل گرفت. فعالیت این جنبش در سال 1909 و با انتشار بیانیه ای توسط شاعر ایتالیایی فیلیپو توماسو مارینتی به طور رسمی آغاز شد. اومبرتو بوچونی، کارلو کارا، جینو سیورینی، یاکومو بالا و لویجی روسولو در کنار مارینتی اعضای اصلی این جنبش را تشکیل می دادند. در بخشی از بیانیه این گروه در سال 1909 آمده است: عظمت جهان با شکل جدیدی از زیبایی سرشار شده است. زیبایی سرعت. یک اتومبیل مسابقه با سرپوش مزین به لوله‌های عظیم همانند اژدهای آتشین دم. اتومبیلی پرخروش که گویی از میان رگبار گلوله با شتاب می‌گذرد، زیباتر از تندیس الهه پیروزی ساموتراس است. فوتوریست‌ها بر نور و حرکت تأکید داشتند. آنها در بیانیه فنی نقاشی فوتوریسم در سال 1910 اعلام کردند: ما اعلام می‌داریم پویایی کلی باید با شکل حساسیت پویا ارائه شود. حرکت و نور جوهر اشیا را نابود می‌سازند. این بیانیه توسط بوچونی، کارا، روسولو، بالا و سیورینی امضا شد. همچنین بیانیه فنی مجسمه‌سازی فوتوریسم نیز در سال 1912 و توسط بوچونی منتشر شد. در همین سال اعضای این جنبش در پاریس نمایشگاهی از آثارشان را برگزار کردند که انتقاد بسیاری را برانگیخت. فوتوریست ها سپس در لندن و برلین و چند شهر دیگر آثارشان را به نمایش گذاشتند. با مرگ بوچونی در سال 1916 جنبش فوتوریسم رو به افول رفت و همچون دیگر جنبش های هنری مدرن در کارزار دنیای هنر محو شد.